سوره صافات یه قصه رو نقل میکنه که هم قرآن است و تفسیر، هم مربوط به دوست و رفیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیه 50 به بعد. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، روز قیامت بهشتیا که رو تخت رو برو هم نشستن از هم میپرسن. یکی از اینها قال قائل منهم، یکی از بهشتیا به او رفیقش میگه انی کان لی قرین، من تو دنیا یه قرین داشتم. قرین یعنی همنشین. این همنشین من ایمان به قیامت نداشت. گاهی هم یه متلک به من میگفت، یقول میگفت اینکه لمن المصدقین، تو قیامت قبول داری؟ اعذا کن اعذا متنا و کننا ترابا، تراب این چی؟ اعذا متنا و کننا ترابا، ما وقتی بمیریم خاک بشیم و اعظاما استخون پوسیده شیم، انا لمدینون، دو مرتبه ما زنده میشیم، جزا داده خواهیم شد. گفتگوی بهشتی ها با همینه که تو دنیا یه رفیق بدی داشتم، خوب شد که گولشو بگید نخوردم. از این معلوم میشه که در بهش خاطرات دنیا فراموش نمیشه و یاد رفقای دنیاشو میفتن. بله، حالا خاطرات رو هم دیگه میگن. بعد قال هل انتم مطلعون، میگه که آیا شما بهشتی ها میتونید بر حال او اطلاع، میشه ببینیم رفیقمون کجاست؟ او که تو دنیا به من میگه برو بابا، ول کن بابا، حال کی رفت مرد و برگشت خبر آورد، حال دو روزه بیا خوش باشیم، از این حرفا رو نزن، صفامون رو به هم نزن. میشه بفهمیم او الان کجاست؟ حل یعنی چی؟ هل انتم، انتم هم بلدید، هل انتم مطلعون، آیا شما مطلع هستید؟ خبر میدونن الان اون رفیقه که قیامت قبول نداشت متلک میگفت، میدونن الان کجاست؟ هل انتم مطلعون، آیا شما مطلع هستید؟ و فتلع، میدونن فتلع، از حال او اطلاع پیدا میکنن. فرآه فی سواء الجحیم، میبینن که وسط جهنم. قال، با هم حرف میزنن. قال ای بهشتیه به اون که تو جهنم، میگه که تلاه به خدا، این چه تلتردین، به خدا نزدیک بود که مرا